دارم دیگه خواب ببینم، توی خواب تو رو بیتاب ببینم، ببینم که نگران حال منی، تو نخ هر روز هر سال منی. نه 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 نه، بعد تو تنها شده این دل من خونه غمها. بیا با این بسته، دل درد گرفتی. نه بابا مونده هنوز، من کاری نکردم که اینا انقدر. بابا دیگه شما سفارش شدی، آقا جون سفارش کرده علیرضا عروس خانم این خونه، زنمو، یه زنمو که بیشتر نداریم، همینم زیادیه. چی میگی؟ چی میگی؟ نه چی میگفتم؟ بیا پایین علیرضا، خجالت بکش، بزرگتر از زنتم حرف نزن. عمه جون چشم، عمه جون الان میام گیلاس بشینم برای عمه جون خودم، همین یه دونه عمه که بیشتر نداریم، همینم از سرمون زیادیه. چی میگن؟ نه این چیزا آها، همینم غنیمته. آها پیدا نکردم تو که زبونم. علیرضا بیا پایین، میوفت. بابا نه ترتینا، اینا مونده هنوز. وایسی اینا دیگه راست بالا میره، سرش درد میکنه واسه این کارا، ولی بیا پایین دیگه علیرضا، میترسم. باشه یه ذره دیگه الان میام پایین. علیرضا برگ خوب پیدا نکردی؟ بله پیدا کردم، اینجاست پر برگه. تو هنوزم برگ جمع میکنی لای دفترچه و اینا؟ آره جدا؟ آره برای میخواستی؟ آره چه جاله. یه دونه خوبشو پیدا کن علیرضا. خوبه اینا همش خوبه. باش یکی دیگه. آها اون خوبه، اون جلویی بزرگه. آره آره دوره. نه علیرضا میافتی بابا جون، بیا. نه با نمیافتم، عمه رو نگاه کن. نه بابا واسی اینا همی که اینجاست میافتی علیرضا جان، بیا پایین علیرضا. بچه برو، بچه اینقدر دنبال من نیا، برو. آقا پدرام گل توپل شدی؟ شما نگران نباش، یه خورده ورزش کنم همش آب میشه. هنوز هم واسه جوابی آتیش بپر. نیلوفر خانم صدا کن بیاد بگو آق جلال اومده. آقا نیلوفرم خونه نیست. کجاست؟ مامانت چی؟ مامانت نیست؟ میدارو سوال جواب میکنه. نه مامانم هم خونه نیست، میذاری برم به دوتا کار دیگه هم برسن؟ واسه به حرف زدنت باشه. هرچه سرته، کجا رفته نیلوفر؟ بابا جایی نرفتی، در اون خونه بغلی رو بزن بگو من نیلوفر کار دارم. نیلوفر اونجا چی کار میکنه؟ ببین دیگه داری موی منو بالا میاری ها عزیز من، دختر باید کجا باشه؟ هم خونه شوهرش دیگه، فهمیدی؟ در یک ساعت باید برسیم من که میگم مواظب خودت باش، حالا چیزیت نشد که. هر چیزی چه علیرضا؟ نه یکم آخه بابا، آخه عروس تازه میاد تو این خونه، آخه به من چیه؟ به هر امیدی میاد تو این خونه، آخه به من چه ربطی داره؟ خب علیرضا جان من گفتم بیا پایین. علیرضا من میگم حواشو داشته باش. حالا میگم الان بهتری؟ جایی چیزی نشد علیرضا جان؟ نه نه خوبی؟ خوبم خدا رو شکر. میگم حالا که خوبی پس یه دقیقه برو بالا اون برگر رو بکن بیا. چی؟ اون برگر رو میتونی بری الان؟ بابا من الان بالا بودم افتادم اینجا، سرم درد گرفت آخه. مگه نمیگی خوبی؟ اگه خوبی برو یه دقیقه اون برگر بر نیلوفر جون بکن. خب بابا چرا نمیفهمین آخه؟ اومدم. بفرمایی برو بهش بگو بیاد دم در. چی؟ برو بهش بگو بیاد دم در. بکی بگم بیاد دم در. خودتو نزن به اون را. برو بهش بگو بیاد دم در. جلال اومده. بابا خنده دار آخه، من برم بکی همه رو صدا کنم بگم جلال اومده. آخه تو هم میگم آقا شما هم عقل پاره سنگ برمیداره. بکی بگم اومده آقا جلال. نیلوفر خانم بگو بیاد جلال اومده. بودو شما با نیلوفر خانم چیکار داری؟ منظورم این که شما چه نسبت به نیلوفر خانم داری قربان؟ من نامزادشم. برو گم شو صداش کن بگو بیاد. بگو جلال اومده. ببین اصلا منو خورد نکن،
من حوصله دعوا ندارم، سرم درد میکنه برای دعوا. سرتم خوب میکنم. بارا بارا پیشته گشتم. چه؟ پیشته گشتم. چه؟ پیشته گشتم. گفتم برید تو، به شما هیچ ربطی نداره. بذار من باهاش صحبت میکنم. این کار مردونه است، برید تو. تا موقعی هم که نگفتم دارو باز نمیکنید. تو نامرکون. من هیچ چیز نگفتم. میذید در گوشم چی گفت؟ فرهاد تو جون آقا جون. ببین فرهاد جون آقا ببین چه بلایی سر شده. ای نامر، ای نامر. آقا هیچ چیز نگفتم. میذارم بریم نرین دیگه. گفتم بفرمایید تو. بفرمایید تو ببینم. وایسا جایی امو زنگ بزنی پلیس بیاد. پلیس چیه؟ مگه من مردم؟ امو زنگ بزنی پلیس بیاد. پلیس چیه؟ من امو تا مگه مردم؟ بدبخت. خب امو با جایی ها؟ نامرد مگه نمیدینش؟ گو اونها چیه؟ اونها اونجاست. گو اونها کفش چرمشکیه. اونها اونها نمیدین؟ نه گو کجاست؟ جلال جان یه دست تکون بده. کجایی؟ اونا دیگه کن دیدی؟ آها یه چیزایی دیدم. اونا امو نامرد اگه مردی وایسا من بیا ببینم چی کار میکنم. بذار زنگ بذاری پلیس بیاد. امو پلیس هم بیشه. نه برو داخل ببینم. امو آخه امو اینجوری در ببینم حالا یارو کی هست اصلا. همونی که اومده بود خواستگار قبلی نیلوفر خانم بود، اومده بود بعد خواستگاری کرده و گذاشته رو رفته بود، حالا دوباره برگشته اومده. امو خواهش میکنم. امو نامرد نره. ببین عزیز من، شما اگه در زندگیتون هر چقدر منطقی باشید خب به نفعتونه، میتونید منطقی خیلی مسائل رو حل کنید. حالا احساسی من باید تکلیفم با آدمای نامرد این خونه یه سر کنم. آقا جلال قربونه برم، شما چرا نه عصبانی هستی؟ شما جوونین خامین، من قضیه رو حل میکنم. تو هم بیا پایین تا کار دست خودت ندی. آقا جون من اومدم این بالا که از موزه بالا با این دماغ گنده بیشون اگه مردی بخواه اجازه بده خون سر کن. آقا جون شما کتابی هم بذار من قضیه رو حل بکنم. بارا بینیم بابا، تو اگه خودت مرد بودی نمیذاشی پسر نامرده در اسم دختر مردم بذاره. من حقم از این پسر نامردت میگیرم. آ بیشون دماغ گنده بابا بایی من خون سر کن. اگه غیرت داری بیا پایین. اگه غیرت داری بیا پایین. شما منطقی باش. آقا جون ببین ببینید تو یعنی شما سعی کنید که آروم باشید، بعد بهتره که با داداشم فرامرز صحبت کنی. صحبت نکن. فرامرز رکش وسط فرامرز نیفت زن شوهرت. شما یه موقعی اومدی خواستگاری کردی بعدم گذاشتی رفتی تموم شد. چه تموم شده؟ من تازه رفتم درس خوندم کار پیدا کردم. لازم برگم حالا همه چی تموم شده. انداز رو به کارت. ببین آقای محترم، شما هر چقدر خون سردتر باشی به نفته که یعنی بهتر میتونی صحبت کنی. آقا چون هم میگم یه لیوان آب خنک به این وحشی بدیم که اگه غیرت داری بپایی نبیا. آقا جون نیلوفر خانم حالش خیلی بده. ای بای باش بگیر اینه من کنی آدرس خیلی سرسا. علی رزا که میاد؟ به کی تلفن کردی؟ هیچ آقا جون به کسی زنگ نزدیم. به ایشکی به ایکی زنگ زدیم میدونه با این چه جوری برخورد کنه. از این خود من بگیم تا خودم اون فرمز اونجا ایستاده. بله فریدون چرا تلفن کردی؟ فریدون میدونه با این سی ویدو کنه میاد اون رو کار کنه بایی. ای اونه چرا گفتیم بیا الان میاد حسابشو میرسه اون حالا اینا میگیره. فهمیدی آقا جون من اگه نمیومدم این بالا این خونه بی امتیاز میشد و تمام فاکتورای بگم چرا فریدون خبر کردی؟ اون الان میاد خون به پا میکنه. خون سلام
آخه بده سلام علیکم. بادو بری بادو بادو. مشتری جلب شد اینجوری در میرن که مشتری جلب میخوای بکنی بزن تو بله نباش نجا بالا همه کسی نیومده نه دیگه واسه من یه کاری کنم جلب شد اینجوری بابا جستی نمیاد که همه فرار میکنن اینجوری همه فکر میکنن چی؟ بیا! نمیخواد آقا بابا بیخواد ببین آقا چی میخوای؟ آقا چی میخوای؟ یا فرید کوچیک بدم یا مثلا بزرگ میخ... بزرگ بیا یا فرید بیا بگیر بخور 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 300 شد قربان یا پویج یا پویج دیگه برش بیا یا پویج بیا میده دیگه بگیر چی دیگه آقا بخور 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 فرمایش دیگه نیست یا پویج ببین آقا کامل خودت نیست یه دونه براش بریز من یا پویج ببین داره میریزه برات دیگه ما بوقیم من مواد بریزم باش بیا من آقا از شما خوشش میاد بیا آقا نه بخور مرسی تموم یا پویج آخه بابا این همه مدت آستارا ما رو تنها همینجوری بل کردی رفتی آخه کجا بودی چراغ خونه روشن شد داداش داداش باید کمکمون کنی کدوم بیمعرفتی شما رو به این روز انداخته کدوم نامردی دل شما رو ترسونده تا دل رودش رو بیارم پایین بس کن گفتم بس کنید اینجا بیرم گفتم بی اینجا بیرم فرهاد جای چیه رو صورتت؟ این جای چیه رو صورتت؟ زنجیر نه هیچی داداش برای تو رو خدا گریه نکن کی شما رو به این روز انداخته؟ گفتم کی شما رو به این روز انداخته؟ جلال ساکه منو بیاره داداش یا پویش بازم آقا پویش بله ببین چیزای دیگه هم داریم خاک شیر داریم شیر موز داریم میخوای بدم به یا پویش یا پویش بله
خیلی خوب آقا بفرمایید. اتفاقا خوب چیزی انتخاب کردی، برای سوی چش خوبه دیگه، نه عینکی میشی نه ضعیف میشی. اون آقا با شما میاره یا پریش چیه؟ خیلی خورده، پولش زیاد شده. خیلی خوب، بیا یه دقیقه بیرون چهر روز بازم آب هویج. یا پریش بفرمایید. آب هویج یه دونه ببر برای آقا تو آفتاب وایستدن گلشون خوش شده. قربان، یا آب هویج فرستادم براتون. آقا اگه سیر نمیشین نون هست، آیا که نون بیارم ما نون بخورین سیر چی؟ حرف زدنیم ببر دیگه، فرمایشی ندارید. یا پریش یه دونه دیگه بدم خدمتتون قربان. بیارم بفهمید چی؟ میدونی چیه؟ من هزار دفعه گفتم بازم میگم، پیاز حرف اول رو توی سالاد میزنه. اصلا سالاد بدون پیاز مثل ماست خیار بدون ماست میمونه. بله. راستی راجع این پسره، چرا خودتون اینقدر ناراحت میکنی؟ حالا یه لات و قباش اومده اینجا، یه تهدیدی کرده و رفته. هر چیزی یه قانونی داره خواهر من، الکی که نیستش که. بله. ولی با تمام این حرفا فریدون، این پیازا رو کمتر تو سالاد بریز چون من حساسیت دارم، خیلی بد میشه. چشم خواهر من، چشم. نیروفر خانم. بله. عروس خانم ما نمیخواد اینقدر اخمشو تو هم بکنه. خودم عین داداش خودت همه چیزو درستش میکنم، حلش میکنم. آخه آقا فریدون، پسر خودش همه چیزو تموم کرده بود. من نمیدونم چرا برگشته. ولی من میدونم چرا برگشته. اینجور آدما بعد از یه مدتی برمیگردن که از فک و فامیل طرف یه باجی چیزی بگیرن. وگرنه داداش اگر قصد ازدواج داشت 4 سال که اینور اونور امروز فردا نمیکرد. درست میگم داداش؟ میگم بچی شدی گلی؟ بچی؟ کی به این نامردا باج میده؟ خودم خرخرش رو میگیرم میشونمش سر جاش. چی داری میگی تو؟ ببینم پیازش بسه؟ آه تا شما هم که داری یه سالاد درست میکنین، این پیازه رو هم درست نکنی آقا جون دوست نداره. آقا ببین چی دارم بگم خواهر من، پیاز ریز تو سالاد فایده نداره. پیاز باید درست باشه، وقتی سالادو میخوری پیاز زیر دندونت حس کنی. بله آجونم من رازش میکنم، تو قصهش نخوا. بله من که خیلی نگرم. گفتم که بابا خودم رازیش میکنم. کیو؟ آقا جونو. بابا من که دیگه اینو نمیگم، به خاطر جریان این پسره نگرانم. ولی من فکر میکنم حق با آقا فریدونه. یعنی تو هم نگران نیستی؟ نه گلی، من این سالادو دارم میگم، پیازو درشتر باشه بهتره نه؟ خیلی خوب خیلی خوب خانوما، بفرمایید بفرمایید. من همه چی رو خودم درست میکنم، همه چی با من، سالاد با من، آقا جون با من، اون پسرم با من. حالا شما بفرمایید، بفرمایید جا خلوت کنید ببینیم چی کار میکنید داشت. حالا من اینجور قبول نداره ها، میبینی هر روز خانم این پیازا پیازا رو بازم بگو پیازا پیله به پیاز. پیازم اون پیازای قدیم مال حالا کرده. آرد بخوری بابا بسته دیگه، شیرمازم دار. خب شیرماز بخور دیگه، بگو من با آب زیادیش هم خوب نیست دیگه. آره دیگه اصلا زیادیش خوب نی، ببین سوه چشت زیاد بره بالا دیگه، اون چیزایی که نباید ببینی و میبینی میبینی. بله نخور دیگه بسته. شیرمازه خوبی درست میکنم، جگرت خنک میشه، میخوای؟ یا پویج ای بابا. آقا جون حالا که اینجور شد من بگم، آقا شما هم گوش کن، تا پول این آب هویجایی که خوردی ندی دیگه آب هویج خبری نیست. آب هویج بیا آب هویج، فهمیدی؟ زیادیش هم برات خوب نیست. سلام جان جون. چی چشم چی میخواستی؟ یا آب هویج. آقا ما آب هویج میخواستیم. بابا برم هویج بیارم. یه دونه آب هویج. شهروز شهروز چقدر این شعره شما آشناست. خوب نگاه کن یادت میاد. خوبی آقا جلال؟
خیلی مخلصی میبنه. حساب ما چقدر میشه؟ آقا که مهمون ما هستن، عزیز ما هستن، شما هم تاج سر ما هستی، هرچی خواستی بخور. آقا جلال برو سیمیناتو بگم بیدم. بابا آخر شیطون بیا پایین، این آدرس رو به ما بده، بریم کار رو یه سره کنیم تموم شه بره. بابا ما اعصابمون خرابه، خونمون داره به جوش بیاد دیگه. نیلوفر خانم، یا آدرس رو به ما میدین یا به زور آدرس رو ازتون میستونیم. برو صحبت کن، جوجه برای ما قاطی میکنه. یا بابا فرامرز، این یارو دیوونه است، یه بلایی سرتون میاره ها. ای بابا ما غیرتی هستیم، غیرتی، متوجهی؟ غیرتی هستیم. خانومو درست صحبت کن، درست صحبت کن، با درست صحبت کن. چرا با نیلوفر اینجوری حرف میزنی؟ حرفی نداره. البته یه چیزی هم هست نیلوفر، میدونین داداش حق داره، ما خانوادتن خیلی غیرتی. آقا ها چی شد؟ شست پا دیدی گیر میکنه به ما. ای 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 فهمیدم میسوزه. آره خیلی نازل میشه، چیکار کنم؟ نمیدونم نرمش کنم. ما غیرتیم خلاصه، اینو بنویس بریم. فرام از این یارو دعوایی دیوونه است، رخ چاقو ماقوی چیزی میکشه. آقا نیلوفر خانم ما رو از چاقو میترسونه. نیلوفر خانم ما هم دیوونه ای، ما هم روانی، ما هم چاقو کشی بلدیم. بذار بگم، من تو آلمان که بودم یک خلافی بودم، دعوا که میشد به هر پام 8 تا چاقو این کوچیک مال ناخونگیرا میبستم، اینجوری میچرخیدم رو هوا، فقط میریختن زمین. البته وشار دیدید؟ نه زیاد گفتم، ولی اینجوری خلاف. یعنی میخواین چاقو بکشین دیگه؟ نه نه، حالا چاقو که نه، چاقو اصلا خطرناکه، حبس داره. خیلی خب به هر حال خودتون میدونین، آدرس رو میخواین دیگه؟ آره بگیم. آره بابا آخه آدرس بذار من یه چیز بگم، ما غیرتی هستیم، یعنی وقتی خونمون به جوش میاد همین جوری جوش میزنیم. خیلی خب دیگه فرامرز بنویس. خیلی خب چرا اینجوری میگی؟ نه ترس، راحت باش بگو، یه آدرس میخوای بدی بگو. و اگر ما خونمون به جوش بیاد جوش بزنیم، اون روی ما رو ندیدن که پر جوش میشه. خیابونه و پر جوش میشه. بگو آقا جون کجاست؟ داداش فریدون. بابا خسته، بابا تنها، بابا اغلاده گتی یادی آیدی سویله سنگی لگیله. چی میگی؟ این چیه؟ توی فیلم ترکی بود بابا. خیلی شوخی نکنن آقا، این چیزا ساخه. بگو از خیابون سرم. نه ترسا، راحت بگو آدرس. ای بابا سبیم زنم حرفشو بزنم. بایسا بلش کن بابا. ببین نمیگه آخرم آدرس نگفتی. خب بابا جون اینا زنه، اینا دعوا موا نمیفهمن. من و تو این که خونمون جوش میاد برو جوش کشی بمون. من میگم بیاین اصلا عموی شعر بخونه. بابا بخون. آره راست میگی، تو این موقعیت اعصابم خرابه. من الان بدن بخونم کهین میزنم. ول کن اینا، یه دونه بخون، یه چیز بخون دیگه. باشه همون از نوک مژگان رو میخونم. آره از نوک مژگان میزنی تیرم چند، تیرم چند، تیرم چند، غم عشقت مرا از پا افکند، پا افکند، پا افکند. از نوک مژگان میکنی بابا فرامرز. بابا دارم میخونم، تو همش وسط خوندن من میای. میخوندی؟ آره. بیا بشین بابا، بیا بشین اینه. بیا بیا یه جا عصبی بود الان نیلوفر خانم اینجا بودم. فرامرز گفت یه خیلی بخون. چه خبر؟ برم فقط بخون از خوندنه. من یه چیزی بگم. چی؟ بگو بابا. الان اینجا خوردم زمین یادم. آخ آخ این آقای سیبیلوه صبح هویج خورد، با نیلوفر خانم کار داره نبدن. جلال جلال، انقدر این دست رو بس کردید پا شد اومد اینجا. بابا الان داره داره، الان داره داره، برو یه جوری یادش کن بره. برو برو. من چی بگم؟ من چی بگم؟ برو بهش بگو که بره محل کار فرامرز اونجا. برو محل کار فرامرز. نه بابا چرا اونجا؟ برای که خونه حرمت. نه خواهد نه، من همینو میخواستم بگم. یه چیزا به خونه کشیده نشه خوبه. بگو دیگه بگو بگو کم بینا، بین شما یه مرد نیست، یه باقیلت نیست بیاد جواب منو بده. کجا میدونی؟ همین سه تا خودش اون چقال این سیبیلو اینه همه شو بودن. دروغ میگه، خودشم بود. آقا جلال فرامرز بازم باش، خیلی خوش اومدی، یه چایی زن سر جات بینیم. بابا فرامرز هم بودم. این چه طرز برخورد
با یه آدمه. شما ملاحظه کنید این اگه سرش ضعیفه میخورد اینجا صدمه وارد میشود. ساکت باش، من حقم از شما میگیرم نامردا. کی؟ راستی یه چیزی که بهتون بگم، اگه تا فردا تکلیف من روشن شد که ایچی، اگه نشد همه تون با پای خودتون بیاید لبه گذر عبدی. کجا؟ سر گذر عبدی. هرچه هم آدم خواستید بیارید، اصلا فالت بار بزنید بیارید. حالیتون شد؟ راستی یه چیز دیگه هم بهتون بگم، فردا با غیرتاش میام میونه گود. حالیتون شد؟ گود شهرزاد؟ بلداش اونجا جای فوتبالیستا. بیا پایین. ماشین. موزه بچه باش، موزه بچه باش. چیکار کنیم؟ شما آقایون رو برین تو. پذیرایی بشن حسابی. بله. تا من و عریضا این ماشین رو درست کنم. آخه اینم ماشین رو تو. آقایون پذیرایی. همین ماشین هم باید التماس از مردم گرفت. قبل از اینکه برید فریبرز جون، برای اینکه گرمای بدن صد دست نره. جلال بی قواره. حالا وقت نهاره. ماشین خراب شده برای من داره. علی رضا تو بیا، تو بیا آقا برو بچه‌ها با بچه‌ها باش. میخوام من واسم کمک کنم بابا برو استرسی شو گرمش. خیلی خوب. برو گرم. ببین کاش درست شد من خبر کنم. حتما حتما برو ببین. بریم بریم. آقا تو شب آی اورزه چی شد؟ هیچینی بابا جان، هیچینی. علی رضا. بله. آچارا کجاست؟ آچارا؟ باشی برمیش آورده. ببینم آقایون توجه کنم، میخوان بریم یه بزن بزن مردونه و جانانه. هر کی میترسه، هر کی بزدله همین الان بذاره بره. اما اونایی که میخوان با ما باشن چند حرکت یادشون میدم تو دعوا استفاده کنید. آماده این؟ بله. نرمش رو شروع کنید. بابا ما رو دست که هم گرفتی تو. آره حواست بود. خودون هوا خود. خسته نباشید. بله به همه میرسین. آره چیه اینا؟ شربت. دستتون درد نکنه. بفرما خانم. حرکت دوست. خانم ما برای غیرتمون که وسط باشه همه جوره هستیم. تو آخرش هستیم. نه من مرمی هم. بله. خسته نباشید. این ماشین درست نشد. آقایون شربت. بریدو. ای بابا. بفرمایید. شربت رو بخوریم میخوان نرمش رو شروع کنیم. هیچ. واسه خود بفرمایید. خسته نباشید. خیلی مخلصی. یالت راحت باشه. درواه خاک مادرم. درواه خاک مادرم. کسی بهت چپ نگاه کنه. کسی از گل بهت کمتر بگه. من بیچارش میکنم. میزنم رخت. چه بساطی رو انداختیم با. آماده باشید. نتو پارش میکنم. به خدا به پیر به پیغمبر این راهش نیست. مملکت قانون داره، حساب داره، کتاب. آقا جون ببین من دیشبم به شما گفتم خواهش میکنم تو این مسئله دعوا دخالت نکنیم، بذاری ما جوونا کار خودمون رو بکنیم. میریم یک کدومتون سالم برمیگردید همتون رو اعتبار میکنه. اینی که من دیدم برای همتون نقشه کشیدم. مگه ما نقشه نکشیدیم؟ مگه ما نقشه نکشیدیم؟ آقا فریبرز جونم یه دقیقه بیا اینجا. دلم میخواد کم نیاری تو جونم. آقا حل تمومه. خیالت راحت باشه آقا جون، با یکی ثانیه همشونو زدی. همه لطافارن. همه آماده این. برین آقا برین. خیالت راحت. آقا بفرمایید من رو تک تک اینا حساب کردم، اینا رو الکی ما جمع نکردیم اینجا، بیچارهشون کردیم رفتن. نیلوفر جان من از داشتن همچین پسری ازت معذرت میخوام. آقا جون منم از داشتن همچین شوهری واقعا خوشحالم. هر دو تون این همین میدونم. یک دو دیوونه ها. یک دو بسی حالا چوب فرمز جانم میخوام چوبار تقسیم کنم، میخوای یا نه؟ آره آره منم یه چوب میخوام. چوبار آقا چوبار رو تقسیم میکنی؟ چوبار رو تقسیم آقا جون اگه باشید دوستاشو کنم بعدی بگیره بعدی بگیره اینجا شلوازی نبرید بریم این دبا پوش اینا ناسزا بعد پوش دارو بردی ناجور دیگه اینو بش بده شما بیان کنار دیگه. باشه باشه بده شما حال ندارم دربا کنم اینو بده. باشه دست درد نکنم. آقا پوش ناسزام رسید، پوش ناسزام رسید، حله.
سلام عرصه. باشه اینو یه جایی بذار خیس نشه. بگو از من سفر برش رو خونه چون فوشش رفت. بریم تمرین دوباره ادامه میدیم. تمرین رو ادامه میدیم. جرو نوبیل نمیخوان. بگو فوشا رو از اول بخونه باش. رفت داره فرمار جمع آماده ای بی آره آره الان ماشین حل بشه خیلو یه فن اکبر آیون ماشین حاضر شد باقی نتاش بیان چرا اینجا قش کرد آخه؟ نه تو پایین مجلس دعوا بود به خاطر شما زدیم شله پلت کردیم بیا بیا یکی هم آوردن که از وسط قیچی میکنه بعد پلیس 110 تمام هیکلشو بگرد بابا چند دفعه بهتون بگم اشتباه میکنید من این کاره نیستم من اومدم اینجا هوا خوری معلومه من هیچ کدوم بهشون رو نمیشناسم معلوم میشه سوارش کن سلام سلام جناب پلیس. سلام. بچه‌ها شما چیکار دارین؟ هیچی هیچی. بچه‌ها غمتون نباشه با من. با من. چاکه جان سروانم هستیم. حال شما خوبه؟ ببینم تو زیاد چپ دست نیستی؟ من دست چپم نرد میکنه اما زیاد چپ دست نیستم. بیا برو بابا بابا. گفتم شما اینجا چی می‌خواید؟ توضیح میدم جناب سر. منم داش بوده. این نمکه یه همراه خودش آورده بوده شور میده این چیه؟ چیه؟ نمکه هروئین نمکه من زیباچه به هروئین چیزی نیست پسر چیزی نیست جناب سرمان ما دنبال گوده عبدی میگردیم به ما مربوط نیست نکنه شما هم اومدیم به این دعوا نه مورد دعوا نمیمنه قبل از شما یه وانت اینجا عرض رو باش بودن که اومده بودن برای دعوا شما که با اونا سرسری ندارید نه همه اینو باز داشت برم منطقه من برم نه دعوا خودم خود جلال اومد در خونه سلام جناب سرمان خسته نباشید مجدد ببخشید این که عقب افتاده است من خرسی اینو میدم همه چیزی حرف میزنه ما یه سری کارگر زحمت کشیم که برای یک لقمه نون اومدیم کارگری و بعد کارگری این که درست میگه جناب بودو بعد پر کنیم و بعد پی ساختمون رو از این چیزا ما کارگریم جناب سر با لباس کارته اومدی برای کارگری آره؟ لباس آخه میدونی موضوع چیه من سرکارگرم ولی به بهتاش خیلی علاقه دارم یعنی اینو پوشیدم که تا یه لکه خاک نشست شب ببرم بشورم من سرکارگری کنم درست آقا؟ آقا همشون بازداشتن ولیشون دارم این تلال اومده آقا ما من خیلی عمل مغز اینم باید بدم جناب سروان شما خودتون یه جوری اجازه بدید کارو بگیرم جناب سروان ما کارگریم
من هم باید خرج خودم بدم. حالا بذار نون خوردن نیفته. هم مغز اینا عمل کنم. دائما باشه. چرند میگه. برای چه کاری اون وقت؟ اومدیم. یه زمینه بعد بکنیم. آره اومدیم گود برداری کنیم. خاک برداری. خاک برداری. بیایم پایین دیگه شروع کنیم. آره بیایم پایین آقا. بریم پایین. زبان چه صدا؟ دست درد نکنه. بیایم پایین آقا. پایین زود باشید. بچه‌ها بیاین. بچه‌ها بیاین. این بیل من فقط نمیدونم چرا بیل پلاستیکی آوردین. آره. بعد یه بیل آهن هم این برای خوش برداری خوبه بابا. آره بابا من هم زمین رو به این بکردی اون بیل آهنی هم اینو ببرید تحویلش بدید خیلی سریع هم برگردید با تون کار دارم. ولی من بالاخره یه روزی برمیگردم. بشه سرسر یه دقیقه کار نکنید ساکت یه دقیقه کار نکنید کار نکنید جناب سروان میخواد صحبت کنه اینجا همجور بدون نقشه دارید میکنه دیگاره نه اینجا بدون نقشه نه ببینید جناب سروان اتفاقا طبق نقشه است من اول خودم معرفی کنم من فرهاد هستم از بوخم مدتی در اونجا زندگی میکردم و کارگر نمونه بودم و نسبت به این کارگرهای دیگه امتیازات زیادی دارم یکی از امتیازاتم اینی که در ذهنم نقشه ساختمون رو حک کردم الان این جایی که من وایستادم نقشه یعنی قسمت دستشوییه اونجا حمام آشپزخانه اون طرف و آلو پذیرایی اینجا آلو پذیرایی و دو اتاق هم در اون کنج آشپزخونهش اوپنه آشپزخونهش هم اوپنه و الان حالا گچ میاریم نقشه رو بکشیم علی رضا مشغول شید شما هستید فعلا اینجا نه؟ بله هستم در شروع کنیم بکنیم علی رضا